این ضربه بلند و توی دروازه، بالاخره قفل دروازه اندونزی میشکنه، اون هم توسط چه کسی؟ جواد نکونام. ایران 1 اندونزی 0. بالاخره تیم ملی ایران مزد برتری خودش رو میگیره و نکونام موفق میشه. نگاه کنید کیروش کاملا تحت فشار بود، حالا میشه گفت که شرایط بازی متفاوت خواهد شد. بالاخره با ساند کردن از دو طرف و این بار با یک ضربه آزاد تیم ایران به گل میرسه. جواد نکونام که چند وقت اخیر مخصوصا بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و بازی که ایران در مقابل کره جنوبی قرار داشت تحت انتقادهای شدید بود، که اینجا می‌بینیم که نشون میده که یک بازیکن حرفه‌ای هست. این ضربه سری دیدنی و این بار دیگه مارکوس نمیتونه کاری بکنه. سانت خوب خسروی داری و این ضربه سر. خدمتتون عرض کردم که از نظر قد و قامت بازیکن‌های ما واقعا شاید میشه گفت که یک سر و گردن از بازیکن اندونزی بالاتر هستن. حالا دیگه بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. دیگه اندونزی از بلاک دفاعی در اومده، تجربه رو داره تیموریان، این سانت رو انجام میده، موقعیت و توی دروازه. گل دوم برای ایران، گل دوم برای ایران. ایران 2 اندونزی 0. چه کسی هم گل میزنه؟ کاپیتان جواد نکونام. ایران 2 نکونام 2 اندونزی 0. باز هم با یک ارسال و یک ضربه سر. خدمتتون عرض کردم که در تمرینات پیش از بازی این دو تیم آقای کیروش اعتقاد به ارسال تو و زدن ضربات سر داشت، به ویژه از دو طرف، که حالا میبینیم این بار هم گل ایران از روی یک ضربه آزاد به دست میاد. گل اول رو خسرو حیدری سانت کرد و نکونام گل زد و اینجا تیموریان بازیکن تازه وارد این سانت رو به زیبایی انجام میده، کات خوبی رو هم میده، با یک ضربه سر زیبا دروازه مارکوس رو باز میکنه. یک سانت نرم با کات خوب و یک ضربه سر تماشایی یک لحظه پشت سر خودش رو میبینه و بدین شکل با پشت سر تیموریان مجددا خودش یک پاس تمام رو میاندازه و ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنه. ماینی رو به بیرون، فرصت و توی دروازه، گل سوم برای تیم ایران و این هم خوشحالی کارلوس کیروش. دو نیمه کاملا متفاوت، تیموریان تازه وارد سومین گل تیم ایران رو میزنه، ایران 0-3 اندونزی 0. جشنواره گل ایران با گل تیموریان کامل میشه، دو گل رو نکونام زد و گل سوم رو هم تیموریان میزنه. دو نیمه کاملا متفاوت رو از سوی بازیکنان ایران دیدیم. البته بعد از گل دوم بازیکنان اندونزی کاملا بی انگیزه شده بودن، بد نیست که تسلیتی بگیم به دلیل درگذشت محسن حاج نصرالله، بازیکن اسبق تیم دارایی و تیم ملی فوتبال ایران، که جا داره که در اینجا یادی از او بکنیم و امیدواریم که روحش در قرین رحمت الهی قرار بگیره. اکثر هم که دیدید اینجا یک بار دیگه گل رو میبینیم، تیموریان با یک ضربه پقل پا دروازه مارکوس رو باز میکنه، نیومد یک کار عجیب غریب انجام بده، خیلی راحت. Competition in 1996 as Iran now with a real chance and they've struck the first blow. Milad Milavodi So after 6.5 minutes on the clock, the unfortunate trip there by Hariono, and that's paved the way, a real clear opportunity for Milad Milavudi to fire past Hendra Kartiko. The last time these two nations met here in Jakarta was during the 1984 Asian Cup qualifiers, and Iran won their 1-1-0, and here they come looking for the second goal, and rather unselfishly Ghulam Reza, well, he squared the ball to Jabari Mojtaba
to make it 2-0. We look at the work here by Ghulam Reza, sporting his teammate Jamari Mojtaba in a good position. And an easy tap-in for Jabari. Hussein Mahini with the throw. Millard. Alejandro Cartico made a mess of it. And the Iranians, through Ghulam Reza, has somehow managed to squeeze the ball past Hendra Kartika after the Indonesian made a mess of it. Looked rather an easy clearance, but somehow he lost the ball then to Ghulam Reza. He sends it to Mayadi, and the ball floated in. And a header, and Indonesia have fouled the back of the net. And it is the captain, Bambang Pamungkas. Just a minute before the interval, and Indonesia finally has fouled away past Mario Ramati. And who better to net the first goal for Indonesia than their captain, Bambang Pamungkas. Ball was well swept in. And the cross right onto the head of Bambang Pamungkas. His 37th international goal. Still it remains 3-1. And the Indonesians have conceded a penalty. Javad Nikanam, the Iranian captain. This to make it 4-1. From the penalty spot against Hendro Katiko. And easily the Iranian captain makes his mark to the delight of the fans who have been starved of action.